حکم از آن از طریق رادیو و امثال آن. سوال: از آن دادن از رادیو چه حکمی دارد؟ یعنی اگر وقتی از آن برسد، ضبط میکروفون یا رادیو را درگرانده، صدای از آن را در نزد بلندگو یعنی میکروفون گذارد و یا صدای مؤذن را که در حال حاضر از آن داده استاده است پخش نماید. جواب: حمد و ثنا به پروردگار. پخش از آن از دستگاه میکروفون یا از رادیو و یا ارسال نمودن آن به واسطه تجهیزات از یک جا به مسجدهای دیگر بدعت نو ایجاد شده است. از دانشمندان کمیته دائمی پرسیدند: آیا از آن برای نمازهای فریضه سنت است و پخش نمودن آن به واسطه دستگاه صوتی چه حکم دارد اگر مؤذین ها آن را درست انجام داده نتوانند؟ در جواب چنین گفتند: از آن فرض کفایه است. علاوه بر این، وسیله برای اعلام فرارسیدن وقت نماز و دعوت برای آن و پخش از آن از طریق دستگاه صوتی که از قبل ثبت شده است برای اعلان وقت نماز کافی نیست. بر مسلمانان در هر جایی که نماز برگزار می شود، لازم است که در وقت داخل شدن نماز کسی را از بین خود که می تواند از آن را به نیکویی ادا کند انتخاب کنند. باز از همین کمیته پرسیدند: از بعضی مردمان در کشورهای اسلامی شنیدم که آنها از آن حرمین شریفین را به نوار و یا رادیو ضبط میکنند و سپس آن را در نزد بلندگو یعنی میکروفون میگذارند و به جای مؤذن از آن پخش میشود. آیا نماز در این حالت جایز است؟ لطفاً به دلیل از کتاب قرآن و سنت از حدیث ها با شرح و ایضاح مختصر پاسخ دهید. در جواب چنین گفتند: پخش نمودن از آن از طریق نوار یعنی کسیته های ضبط شده به جای از آن مشروع نمازهای فریضه کفایت نمی کند، بلکه واجب است که مؤذن شخصا برای نماز از آن دهد، زیرا ثابت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به از آن دستور دادند و اساس در امر و دستور واجب بودن آن می باشد. کتاب فتاوا و لجنه دائمه جلد 6 صفحه 66 و 67. در قرار دوره نهم مجموع الفقه الاسلامی وابسته به رابطه العالم اسلامی در شهر مکه در روز شنبه سال 1406 هجری آمده است. اکتفا کردن با اذان رادیو در مسجدها در وقت در آمدن نماز از طریق دستگاه ضبط صوت و مانند آن درست نیست و استفاده بردن آن برای ادای این عبادت یعنی اذان جایز نیست و اذان مشروع به سن نمییابد. بر مسلمانان واجب است که در هر یک وقتهای نمازها و در مسجدی که باشند از آن دهند، همان گونه که مسلمانان از زمان پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم تا حال بر آن بودند. الله سبحانه و تعالی داناتر است.